به گزارش کیهان لندن، فریاد نه به رژیم جمهوری اسلامی در جای جای ایران تنین افکن شده است و این صدای مردمی است که عزم جزم کردند تا بساط رژیم علی خامنه ای، این مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر را برچینند. گسترش کارزار نب رژیم جمهوری اسلامی در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی، نوید بخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران برای رهایی از حکومتی ضد بشری است. این کارزار در حالی در شبکه‌های اجتماعی تنین انداز شده است که این هشتگ صدها هزار بار تا کنون استفاده شده و در حال تبدیل شدن به یک طوفان توییتری جهانی است. همچنین برای اولین بار شاید چهره‌های مختلفی که حتی عقاید سیاسی متفاوتی هم با یکدیگر دارند، ضد رژیم علی خامنه‌ای با یکدیگر متحد شدند. و به همین دلیل است که نشریه واشنگتن پست در این مورد با بازتاب این هشتگ در میان ایرانیان گفته است که این یکی از بزرگترین جهش‌های روبه جلو در جامعه ایرانی است. نه از نظر تعداد که شاید پیش از این نیز تشکل‌های بزرگی شکل گرفتند، اما از نظر گستردگی طیف‌های سیاسی حامیان این جنبش، این یک جنبش کم سابقه است. در همین راستا حامیان این جنبش از مردم ایران خواستند که بیاییم خواست نه به رژیم جمهوری اسلامی را محور همبستگی ملی قرار دهیم تا با برپایی جنبشی بزرگ و فراگیر، خاک ایران زمین را برای همیشه از فقر و نکبت این رژیم سیاه و فاسد پاک کنیم. مشاور امنیتی در مجلس رژیم نیز در این مورد از شورای عالی امنیت ملی درخواست ورود اضطراری کرده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر و بحث و بررسی بیشتر، از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که با ادامه این برنامه همراه باشید. فریاد نه به جمهوری اسلامی در جای جای ایران زمین تنین افکن شده است و چهره‌های شناخته شده‌ای در صدر حامیان آن قرار گرفته‌اند: شاهزاده رضا پهلوی، داریوش اقبالی، فرامرز اصلانی، بسیاری از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی از طیف‌ها و سلایق مختلف، همه و همه برای این جنبش و حمایت از کارزار نه به رژیم جمهوری اسلامی با یکدیگر متحد و همصدا شدند. این در حالی است که علی خامنه ای به تازگی رژیمش را تنها نظام سیاسی منطبق با قوانین اسلام و یگانه حکومت اسلامی واقعی خوانده است و گفته می شود که دستوراتی هم برای تغییراتی در این رژیم در جهت مطلوب شدنش برای خودش داده است و آن تغییر به نظام پارلمانی است. ماجرای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به نوشته ایندیپندنت مدت هاست که مورد توجه سیاست مداران قرار دارد. هر کدام از منظر این موضوع را تحلیل می کنند. برخی مخالف تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و برخی دیگر موافق آن هستند. حتی در میان اپوزیسیون نیز بسیاری حامی نظام پارلمانی هستند، اما شاید دلیل اصلی نگرانی از آن پیشینه تفکری حاکم بر هسته سخت قدرت است که اصالت را با حکومت اسلامی می دانست و جمهوریت را تنها یک تاکتیک برای به قدرت رسیدن تلقی می کرد. اتفاقی که اکنون می بینیم دقیقا همینطور بود. این نگرانی ها سخنان افرادی مانند مصباح یزدی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم را تداعی می کند که رأی مردم را بی ارزش و اعتبار آن را وابسته به ولایت فقیه می خواند. بحث تغییر ساختار نظام ریاستی به پارلمانی نخستین بار با سخنرانی علی خامنه ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی در 24 مهر 1390 آغاز شد. او در این باره گفت امروز نظام ما نظام ریاستی است. یعنی مردم با رأی مستقیم خودشان رئیس جمهور را انتخاب می کنند.
الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه شده است. اما اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً در آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمی آید، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مطلوب است، مثل آن که در بعضی از کشورهای دنیا معمول است، هیچ اشکالی ندارد و نظام جمهوری اسلامی می تواند این خط هندسی را به این دیگر خط هندسی تبدیل کند. پس از این سخنان بسیاری از هواداران علی خامنه ای و کارگزاران منصوب او پیگیر طرح نظام پارلمانی شدند و اخیرا نیز امیر حسین قاضیزاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای سپاه در سخنانی گفت که لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. آنها گفتند که رئیس جمهور حتی اگر از فیلتر شورای نگهبان گذر کند، بالقوه می تواند برای رهبرمان ایجاد خطر کند و نمونه این موضوع را در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مشاهده کردیم. با توجه به وجود شورای نگهبان، رهبر رژیم جمهوری اسلامی می تواند به راحتی مجلس را مدیریت کند و یعنی نظام پارلمانی علناً یعنی نظام تکبعدی ولایت فقیه. اگرچه در شرایط فعلی نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد، اما در آن صورت دستگاه های نظارتی منصوب علی خامنه‌ای قدرت بیشتری هم پیدا می کنند و علناً دیگر قدرتی در دست نهادهای حتی به ظاهر دموکراتیک باقی نمی مانند. از سوی دیگر تندروهای رژیم نیز ترجیح می دهند که حکومت ساختار پارلمانی داشته باشد. برای تشکیل حکومت اسلامی آنها می گویند که نخست باید نفوذ آرای عمومی را به سطح مشورتی کاهش داد و از این رو شاید ساده ترین راه حذف انتخابات مداوم با کلیدواژه نظام پارلمانی باشد. این چنین درخواست هایی هر چند وقت یک بار برای نجات رژیم از سوی تئوریسین های این رژیم مطرح می شود. در این میان هر بار هم که رژیم از شدت گرفتن براندازی وحشت زده می شود، دار و دسته اصلاح طلبان به میدان می آیند. صادق زیبا کلام، استاد اصلاح طلب دانشگاه تهران، در ادعای عجیب و در عین حال مضحک گفته است که با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی دموکراسی در ایران سقوط می کند. دموکراسی که همین الان می توان دید، هیچ بویی از آن در کشور شنیده نمی شود. این چهره های نخنمای رژیم که خود را در نقش محافظ نظام می بینند، بارها تأکید کردند که اصلاح طلب و اصولگرا می دانند که در یک کشتی نشستند و خطر براندازی سبب به گل نشستن آن خواهد شد و به همین دلیل هر زمان که احساس خطر می کنند با یکدیگر متحد و با زبان طرفداران خودشان به کمک رژیم می شتابند. اخیراً محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین رژیم نیز در نامه 37 صفحه‌ای که جزئیات آن خیلی واضح بیان نشده است، روزه‌ای برای رهبرشان خوانده است و به خامنه‌ای نوشته که هیچگاه علیه انقلاب و رهبری و حاکمیت نیست و اصلاح طلبان نیروهای وفادار به رهبر و نظام هستند که توان خود را برای حفظ نظام گذاشتند. این سخنان اعتراف به واقعیتی است که جامعه ایران سالهاست آن را می‌داند و از همین رو در اعتراض‌های سال‌های گذشته از جمله به محمد خاتمی و بقیه سرنشینان کشتی نظام اعلام کردند که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. حالا روزخانی محمد خاتمی در نامه‌اش برای تأکید بر سرسپردگی اصلاح طلبان به رژیم جمهوری اسلامی و رهبرش سید علی خامنه‌ای در کنار مواضع اصلاح طلبان، بیانگر موقعیت وخیم رژیم جمهوری اسلامی در میان جامعه ایرانی است. طبق معمول اصلاح طلبان اکنون خیال می کنند که اگر خامنه‌ای به آنها میدان دهد، اوضاع به سود رژیم تغییر می کند. حال آنکه همه این تلاش ها برای بازی با برگ های سوخته است و به نظر می رسد جمهوری اسلامی به مرحله‌ای رسیده که جز به میدان آوردن نیروهای سرکوبگر برای حفظ رژیم و آراستن دولت‌های امنیتی به نظامیان تمام عیار چاره‌ای ندارد و به همین دلیل است که همکنون اپوزیسیون همگی با یکدیگر در کارزار نعب جمهوری اسلامی متحد شدند. مخاطبان گرامی، ضمن درود
اگر این برنامه را پسندیدید، با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو، هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.